ارز فهرست قربانیان کرونا، بی بی سی دریافت شمار واقعی جانباختگان در ایران حدود 3 برابر آمار دولتی است. 30 سال بعد از حمله عراق به کویت، یک نویسنده کویتی از خاطرات دوران اشغال میگوید. و دیسکو ایرانی در سینمای ماشین رو در دوسلدورف آلمان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. اطلاعاتی درباره وضعیت کرونا در ایران که در اختیار بی بی سی فارسی قرار گرفته، از آمار و ارقامی تکان دهنده پرده برمی‌دارد. این اطلاعات نشان می‌دهد که کم شماری در مرگ و میر آمار رسمی عمدی بوده، نه به دلیل آگاه نبودن از میزان دقیق تلفات. بر اساس این داده‌ها، شمار واقعی کسانی که به دلیل کرونا در ایران جان دادند و یا مشکوک به ابتلا بودند، تا حدود 3 هفته پیش نزدیک به 42,000 نفر بوده، تقریبا 3 برابر آمار رسمی. در اوج کرونا در ایران در ماه اسفند، تلفات روزانه تا 487 نفر در یک روز بالا رفته. این آمار پایین آمده، ولی یک بار دیگر در 21 تیر، یعنی حدود 1 ماه پیش، به 458 نفر در یک روز هم رسیده. این اطلاعات نشان می‌دهد که ایران کانون اصلی کرونا در خاورمیانه و حتی جهان اسلام است و یکی از مصیبت زده ترین کشورها در جهان. جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس. منبعی ناشناس اسناد و مدارکی را به دست بی بی سی رسانده. این منبع خود را از دست اندرکاران یک نهاد رسمی در ایران معرفی کرده است. فرستنده این داده ها برای حفظ امنیت هویت واقعیش را فاش نکرده و هدف از درز این مدارک را اینطور عنوان کرده است: با به خطر انداختن جانم، آمار سراسری مبتلایان و فوتی‌های کرونا را در سراسر بیمارستان‌های کشور، اهم از استان‌های قرمز، جهت انتشار ارسال می‌کنم. برای جلوگیری از هر گونه نقض حریم شخصی هموطنان بیگناهمان، من ستون‌هایی را حذف کردم. این جانب مسئولیت را به شما روزنامه نگاران داده و شما را دعوت می‌کنم این آمار را به هر صورتی که مایلید منتشر کنید. سیاسی بازی ها را کنار گذاشته و حقیقت را انعکاس دهید. شاید بدین طریق بتوانیم جان برخی از بیماران را نجات دهیم. مدارکی که به دست بی بی سی رسیده نشان می دهد 42,000 مرگ به خاطر ابتلا به ویروس کرونا یا با نشانه های بالینی آن از 2 بهمن ماه 1398 تا پایان تیر ماه امسال در ایران ثبت شده، اما تنها بخشی از آن به طور رسمی منتشر شده است. مقام های بهداشت و درمان ایران مرگ بر اثر کرونا را تا پایان تیر ماه تنها 14,405 نفر اعلام کرده بودند که حدود 1/3 آمار واقعی است. در تعداد مبتلایان هم تفاوت بسیاری بین آمار رسمی و این آمار وجود دارد. برای اینکه نظر مقام‌های بهداشت و درمان ایران را درباره این داده‌ها بدانیم، با آنها تماس گرفتیم، اما تا زمان ساخت این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. چگونگی دسترسی این منبع به اطلاعات درگذشتگان و مبتلایان برای بی بی سی روشن نیست، اما بی بی سی با راستی آزمایی که روی این مدارک انجام داده میتواند تایید کند که آمارها واقعی به نظر میرسند و با نتایج محاسبه مدل‌های ریاضی که پیش از این برای ارزیابی وضعیت بیماری در ایران انجام شده بود هماهنگ است. این مدارک شامل مشخصات کسانی است که با ابتلا به کووید 19 درگذشتند یا به دلیل ابتلا به اون بستری شدند. این داده‌ها با جزئیات شامل نام و نشانی بیماران، نام بیمارستان و محل اقامت اونهاست. ستونی هم درباره وضعیت بیمار وجود داره. این داده ها نشون میده جزئیات شرایط بیمار هم کاملا ثبت شدن. اینکه سابقه درمانی بیمار چی بوده، وضعیت کنونی بیمار چی هست، مثل اینکه به دنبال تب دچار تشنج شده، بهبود یافته، اعزام به بیمارستان ابوذر و یا اینکه بیمار پرسنل درمان است و بستری نشده. و در ستون دیگه هم سن افراد به ثبت رسیده که در اون نوزادانی هم دیده میشن. بر اساس این مدارک، اولین مرگ بر اثر کرونا در 2 بهمن ماه سال 98 ثبت شده. تا
یک ماه بعد از آن مقامات می گفتند هیچ کس در ایران به کرونا مبتلا نشده است. تا امروز ما هیچ مورد مثبتی از کرونا جدید در کشور نداشتیم و تایید نشده. اولین اعلام رسمی مرگ ناشی از کرونا در ایران 30 بهمن 98 بود که گفته شد 2 جان خود را از دست دادند. اما مدارکی که در اختیار بی بی سی قرار گرفته نشان می دهد حتی در همان روز 13 جانشان را از دست دادند. این نمودار اختلاف شدید آمار رسمی با واقعیت رو نشون میده. رنگ آبی از داده های فاش شده به دست اومده. اختلاف تعداد درگذشتگان در روزهایی بیشتر از 200 اسفند ماه شیوع بیماری با شیب تندی بالا رفته و در روزهایی تقریبا فوت 500 در این ماه ثبت شده. این روند در فروردین ماه هم ادامه داشته، اما میشه دید که در اردیبهشت و خرداد این شیب کاهش پیدا کرده که به نظر میرسه شروع اعمال محدودیت‌ها و تعطیلات نوروزی دلیل عمده این کاهش بوده که معمولا اثر اون پس از چند هفته در میزان مرگ و میر دیده میشه. در اینجا میشه دید که درست پس از برداشته شدن یا کاهش محدودیت‌ها آمار در تیر ماه باز هم افزایش داشته. در میان استانهای ایران، تهران بیشترین تعداد درگذشتگان را داشته که شاید جمعیت بالا و رفت آمد زیاد در آن نقش داشته است. در هفته های اخیر وضع تهران بدتر شده تا حدی که بعضی محدودیت ها برگشتند. خوزستان و خراسان رضوی از اواخر بهار جزو استانهایی بودند که درباره وخامت وضعیت در آنها هشدار داده میشد. این دو استان بعد از تهران بیشترین تعداد قربانیان را دارند. اما تعداد درگذشتگان به تنهایی تصویر کاملی از اینکه وضعیت هر استان چگونه بوده به دست نمی‌دهد و باید تعداد درگذشتگان را با جمعیت کل استان مقایسه کرد. با تقسیم تعداد درگذشتگان بر جمعیت هر استان می‌بینیم که قم بالاترین سرانه مرگ ناشی از ابتلا به کرونا را داشته. یعنی از هر 1000 در این استان 1 بر اثر کرونا جانش را از دست داده. با بررسی جمعیت استان‌های گیلان و گلستان هم می‌شه دید که این دو استان بعد از قم بیشترین سرانه قربانیان را نسبت به جمعیتشون داشتند. داده هایی که به دست بی بی سی رسیده شامل مرگ هایی است که تا 31 تیر امسال اتفاق افتاده و نشان می دهد از 7 اسفند 98 به این سو در هیچ روزی آمار روزانه درگذشتگان کمتر از 100 نبوده. اگرچه آمارهایی که مقام های رسمی اعلام می کردند در روزهایی بسیار کمتر از این تعداد بوده است. اسنادی که درباره مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا به دست بی بی سی فارسی رسیده از اختلافات قابل توجهی در نحوه شیوع بیماری در مناطق مختلف کشور پرده برمی‌دارد. در حالی که اکثر استان‌ها با 1 بیماری مواجه بودند، بعضی از استان‌ها از جمله تهران 2 را تجربه کردند. در کنار این احتمال فوت مبتلایان در بعضی از استان‌ها 3 یا 4 برابر استان‌های دیگر بوده. بهرنگ تاجرین نگاهی کرده به این داده ها. اطلاعاتی که درباره افراد مبتلا و قربانی کرونا در ایران به بی بی سی فارسی درس کرده، نکات مهمی رو درباره شیوع ویروس در مناطق مختلف کشور مشخص میکنه. برای مثال زمانبندی شیوع در استانهای مختلف با هم تفاوتهای مهمی داره. در استانهای مثل قم و گیلان آمار مرگ و میر روزانه در اواخر اسفند اوج گرفته و بعد از اون پایین اومده و پایین هم مونده. در مقابل استانهایی مثل خوزستان و کردستان رو داریم که از موج اول نسبتاً در امان بودن، ولی در اواخر بهار و اوایل تابستون شاهد بالا رفتن آمار قربانیان کرونا بودن. بعضی استانها مثل تهران، البرز و آذربایجان شرقی هم 2 رو تجربه کردن، یکی دم عید و یکی از خرداد به این طرف. ولی دلیل این اختلاف ها چیه؟ علت این که در بعضی استان ها ما 2 در بیماری میبینیم در واقع موفقیت نسبی کنترل بیماری هست که در واقع اون اوج اول رو به پایین میاره، ولی به خاطر حالا خستگی جمعیت یا عوامل مختلف
وقتی در واقع بیزنس ها همه مراکز کاری برگشت کردن به سر کار، وقت اون موج دوم شروع میشه. نمیتونیم مطمئن باشیم که موج دوم در استان‌های دیگه نخواهد اومد. اگر اون فعالیت های در واقع بهداشتی و جداسازی جمعیت فاصله گذاری ها انجام نمیشد، به طور طبیعی خب این بیماری یک اوج میداشت و با اون یک اوج پیش بینی ها این است که بین 50-60% جمعیت رو درگیر میکرد. اگه شمار جانباختگان رو با جمعیت استان ها مقایسه کنیم، میبینیم که قم، گیلان و گلستان بالاترین میزان مرگ و میر سرانه رو داشتند. ولی توزیع جغرافیایی مبتلایان قطعی و احتمالی ویروس کمی فرق میکنه. 6 استان خوزستان، زنجان، مازندران، تهران، قم و یزد استانهایی هستند که به نسبت جمعیتشون بیشترین تعداد مبتلا رو داشتن و چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان کمترین موارد ابتلا رو. حالا اگه این دو مورد، یعنی موارد ابتلا و مرگ و میر رو با هم مقایسه کنیم، میبینیم که ظاهراً اختلاف شدیدی در احتمال درگذشت مبتلایان به کرونا در استانهای مختلف وجود داشته. در گیلان، قزوین، قم، گلستان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان از هر کمتر از 8 مبتلا یکی فوت کرده، در صورتی که در بعضی از استانها از جمله فارس و بوشهر از هر بیشتر از 18 مبتلا یه نفر درگذشته. اینکه در استانهای مختلف نسبت تعداد متوفاها به تعداد بیماران کووید 19 متفاوت است میتونه تحت تاثیر دو عامل باشه. یکی اینکه دسترسی به تشخیص کووید 19 در استانها مختلفه، در نتیجه تعداد کیسایی که ما تشخیص میدیم کم و زیاد میشه در اثر این عامل. و یکی دیگه این هستش که آیا کسایی که مبتلا میشن جوانترها هستن بیشتر یا پیرترها، و این نشون داده شده در خیلی از استانها نسبت این سن بیشتر به سمت جوانها میره و این نسبت متوفاها رو کمتر خواهد. این آمار و ارقام استانی نشون میده که کنترل شیوع کرونا علاوه بر اقدامات ملی به تصمیم گیری و سیاست گذاری منطقه‌ای هم نیاز داره. هفته گذشته 30 سالگرد اشغال کویت به دستور صدام حسین بود، دستوری که سرنوشت صدام را تغییر داد. با اشغال کویت، کشورهایی که در برابر ایران پشتیبان عراق بودند به کمک دشمنان صدام رفتند و اولین حمله آمریکا و متحدانش به عراق را رقم زدند. مهرداد فرهمند پای خاطرات فاخر سلطان، نویسنده کویتی از دوران اشغال نشسته. در طول جنگ ایران و عراق، کویت یاور صدام بود. به خاطر عراق صدمه هم دید. آماج حملات مستقیم و غیر مستقیم ایران نیز شد. اما پس از جنگ، صدام طلبکار هم بود. به پاس اینکه خود را مدافع عرب در برابر ایران می دانست، توقع داشت کویت 14 میلیارد دلار بدهی عراق را ببخشد. تولید نفت را هم پایین بیاورد تا نفت گران شود و عراق بتواند پول بازسازی را جور کند. کویت هیچ یک از دو خواسته را نپذیرفت. صدام سپس کویت را متهم به دزدی نفت از چاه‌های مرزی کرد و سرانجام کویت را استانی از عراق شمرد و حمله کرد. کویت در کمتر از 2 روز اشغال شد. یکی از مرفه‌ترین مردم جهان حالا جنگ زده شدند. مردم کویت آنقدر مرفه بودند که از سوالهای سربازهای عراقی تعجب میکردند. مثلا سربازهای عراقی میپرسیدند شما این همه رفاه رو از کجا آوردید که ما 5% رو هم نداریم. از آزادی تو کویت هم تعجب میکردند. در کویت میشد نظام سیاسی رو نقد کرد، در حالی که در عراق چنین چیزی به هیچ وجه ممکن نبود. کویت حتی مرکز فعالیت جنبش‌های عربی بود. مثلا اخوان المسلمین آزادانه در کویت فعالیت می‌کرد. 400 هزار کویتی آواره شدند. بسیاری به ایران. الكويتيين كانوا يتعاونون مع بعض السفارات وخصوصا سفارة الجمهورية الإسلامية. کویتی‌ها می‌رفتند به سراغ سفارتخانه‌های خارجی، به خصوص سفارت ایران. يخرجون هويات جديدة إيرانية. از سفارت ایران مدارک شناسایی ایرانی می گرفتن. بیشترشون رفتن ایران. بعضی ها تو ایران موندن و بعضی ها می رفتن به کشورهای دیگه. در مورد ایرانی های ساکن کویت هم عراقی ها اذیتشون نمی کردن.
دلیلش این بود که می‌خواستن ایران رو با خودشون همدل کنند، یا اینکه کاری کنند که حداقل ایران هم به اونها رو به کویت محکوم نکنه. حکومت عراقی التي كانت تريد استماله عطف الحكومه الايرانيه. البته بعضی از ایرانی ها هم بودند که با جنبش مقاومت علیه عراقی ها همکاری میکردند و حتی عده‌ای از سربازهای عراقی رو کشتند. من در ایران با دو جور برخورد روبرو شدم. یکی اکثریتی بودند که به ما خوش آمد میگفتند و لطف داشتند چون از صدام متنفر بودند. اقلیتی هم بودند که خوشحال بودند که صدام به کویت حمله کرده. میگفتند این آخر و عاقبت کسیه که کنار صدام بیسته. پیش از اشغال کویت نماد اصلی پیشرفت و رفاه بر کرانه خلیج فارس بود، نه دبی. اما کویت پس از اشغال دیگر هیچگاه آن کویت نشد. بیئه سیاسی کویتی من بعد الغزو كانت جدا مشحونه و جدا فيها مشاكل. بعد از اشغال و سپس آزادسازی کویت، فضای سیاسی کشور به شدت پر التهاب و پر مشکل شد و این فضا بر اقتصاد کویت اثر گذاشت. با شروع برنامه‌های بازسازی، فساد اقتصادی هم با فساد سیاسی همراه شد و این وضعیت هنوز ادامه داره. کویت امروز گرچه دیگر آن کویت 30 سال پیش نیست که ضرب المثل بود، اما هنوز در آزادی سیاسی و تولید فرهنگی در جایگاه نخست کرانه عربی خلیج فارس ایستاده است. مهرداد فرهمند، بی بی سی. برآوردهای تازه از منابع تأمین انرژی حاکی است که تا 10 سال آینده توسعه انرژی‌های فراساحلی بادی 8 برابر خواهد شد. چنین توسعه‌ای امیدها را نسبت به توسعه منابع پاک تأمین برق بیشتر می‌کند. با وجود هشدارهای دانشمندان، مصرف سوخت‌های فسیلی که آلاینده هستند، تعادل طبیعت را برهم می‌زند و زمین را گرم‌تر می‌کند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. هر جا توربین‌های بادی دیدید، بدانید که به آینده پاکیزه تر چشم دوخته اید. امروز سهم این توربین ها در تولید برق جهان اندک است، چیزی حدود 5%. بیشتر انرژی بادی روی خشکی تولید می شود تا اینکه فراساحلی باشد. اما طبق برآوردهای امروز شورای جهانی انرژی بادی، تا 10 سال دیگر انرژی های بادی فراساحلی بسیار بیشتر خواهد شد. چقدر بیشتر؟ در حال حاضر برق تولید شده فقط از توربین های فراساحلی معادل 6 ماه مصرف برق در ایران است. تا 10 سال آینده پیش بینی می شود که 4 برابر مصرف سالانه ایران برق تولید کنند. انرژی بادی یک منبع پاکیزه انرژی است. برخلاف نفت و گاز و زغال سنگ آلودگی ندارد و گاز گلخانه‌ای وارد هوا نمی کند. گاز گلخانه‌ای در هوا باعث گرم‌تر شدن کره زمین و نوسانات شدید و خطرناک اقلیمی مثل سیل‌های مهیب و خشکسالی‌های طولانی مدت می‌شود. امروز چین منشأ اصلی انتشار گاز گلخانه‌ای ولی منبع اصلی تولید انرژی‌های پاک هم هست. برای اینکه تشخیص بدیم آیا چین در جهان رهبر جنبش اقلیمیه یا نه، این لحظه مهمیه. چین از یک طرف امروز بزرگترین سرمایه‌گذار جهان در زمینه انرژی‌های پاکه، ولی از طرف دیگه یه وجه تاریکی هم داره که بزرگترین آلاینده است. اینجا یک کارخانه تولید توربین بادی در انگلستان است، یکی از صدها کانون توسعه انرژی‌های پاک در جهان. سازمان جهانی انرژی می‌گوید توربین‌های بادی این ظرفیت را دارند که تا 20 سال آینده تا 10 برابر تقاضای جهانی برق جوابگو باشند، به شرط آنکه سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنعت انرژی بادی صورت بگیرد، به جای اینکه سرمایه‌ها به سمت توسعه صنایع نفت و گاز و زغال سنگ بروند که امروز چندین برابر سرمایه گذاری در انرژی های پاک است. هرچند 5 سال از توافق جهانی پاریس برای فاصله گیری از سوخت های فسیلی می گذرد. یک دلیلش این است که بسیاری از سیاستمداران پرنفوذ دنیا به مدیران شرکت ها و صنایع سوخت فسیلی پرکربن نزدیک هستند. اما جنبش جهانی مقابله با بحران اقلیمی و جامعه مدنی و علمی دنیا هم بیکار ننشسته و خواستار تغییر است. یکی از دستاوردهای این جنبش امروز اعلام این خبر بود که گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران که 16000 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کنند، طرحی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع کم کربن تنظیم کرده‌اند. چنین گام‌های بزرگی می‌تواند جهان را از بند سوخت‌های فسیلی رها کند، چرا که استخراج و مصرف تمام سوخت‌های فسیلی دنیا
میانگین حرارت جهان را 4 تا 5 درجه سانتیگراد بیشتر کرده و زندگی را برای میلیاردها نفر غیر قابل زیست می کند. کاهش سرمایه گذاری در سوخت‌های فسیلی مسابقه با زمان است. بریدن بشر از سوخت‌های فسیلی قبل از اینکه نابودش کند. از این رو تا وقتی توربین‌های بادی می‌چرخند و بیشتر می‌شوند و صفحات خورشیدی توسعه می‌یابند، یعنی هنوز امیدی هست. سیاوش اردلان، بی بی سی. کرونا باعث لغو بسیاری از جشن‌ها، کنسرت‌ها و مهمانی‌ها در سراسر جهان شده، اما مدیران برنامه‌های فرهنگی هم بیکار ننشستند و با وجود محدودیت‌ها، جایگزین‌هایی برای اجرای کنسرت و جشن پیدا کردند، مثل سینماهای ماشین‌رو در فضای آزاد. اما برای اولین بار یک دیسکو ایرانی در سینمای ماشین‌رو شهر دوسلدورف آلمان برگزار شده. بامداد اسماعیلی هم به این دیسکو رفته. در این دوران کرونا یکی از اصلی ترین کسانی که صدمه دیدن برنامه گذاران، کسانی که دیسکو و کلاب دارن و دیجی ها هستن و امروز برای اولین بار در این مکان در سینمای ماشین برنامه ایرانی و دیسکوی ایرانی برگزار میشه. ببینیم که به چه صورت برگزار میشه. دیجی ها هم روی سن الان دارن آماده میشن و چند دقیقه دیگه هم ماشین ها دیگه وارد میشن. آخرین تدارکات روی سن قبل از شروع دیسکو. پیمان یوسفی خودش را به قول معروف گرم می کند. واقعا برای اولین باره که همچی پارتی ایرانی اجرا می شود. برای خود من یه سورپرایز خیلی بزرگه. امیدوارم که بتونیم امشب اینجا رو با هم منفجر کنیم. پیمان یوسفی یکی از قدیمی ترین و معروف ترین دیجی های ایرانی در آلمان است که قبل از کرونا هفته چند برنامه داشت و حالا هیچی. میگوید دست و پایش برای اجرای مجدد روی صحنه از خوشحالی میلرزد. اولین دیسکوی ایرانی درایو این یا ماشین رو به خاطر شیوع کرونا تحت شرایط خاصی برگزار شد. مهمانان باید از قبل به صورت آنلاین بلیط میگرفتند و اسم و آدرس و شماره تماس خود را اعلام میکردند. در ضمن عده بسیار کمتری نسبت به قبل می توانستند در این جشن حضور داشته باشند و باید فاصله اجتماعی را هم رعایت می کردند. والا دفعه اول نمیدونیم چی پیش میاد. حالا ببینیم. امیدوارم که همه چیز خوب باشه. حداقل تا آخرش خوب پیش بره. کافیه. شاد باشیم همیشه. بعضی برای تفریح نوشیدنی خودشون را آورده بودند. همه چی هم بگو چی نیا بود. مایتای برای خانوما، برای آقایون مایتای قوی‌تر، ویسکی هم داریم. بعضی دیگر هم برای شاد بودن با طعم هندوانه خودشان را گرم می کردن. برای اولین بار. خوشمزه. دیسکوهای انرژی پارتی جز لوکس‌ترین و معروف‌ترین پارتی‌های ایرانی در اروپا هستند. 27 سال از تأسیس انرژی پارتی می گذرد. بهروز نژاد مؤسس آن وقتی از مجاز بودن کنسرت و پارتی در سینماهای ماشین رو در دوران کرونا باخبر شد، دنبال برگزاری دیسکوی ایرانی در چنین فضایی رفت. یه مقدار به قول معروف گشتیم، دیدیم نه تا حالا هیچ کسی این کارو انجام نداده. بعد به این ایده رسیدیم چه بهتر که انرژی پارتی، چون همه میدونن که همیشه نوآوری داریم، خودیم انرژی پارتی همچین به قول معروف برنامه برای هموطنان، چون خیلی اما درخواست کردن چه پارتی نمیذارید دوباره، چون دیگه همه یه مقدار غمگین شده بودن، میخواستن دوباره همدیگر رو به قول با هم باشن یه مقدار بیشتر از همیشه. سر همین ما به این نتیجه رسیدیم بس بذار همچین پارتی را انجام بدیم. تو چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگاری احساسی هست، قبل دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. در دیسکوی ماشین رو صدای موسیقی فقط روی سن برای دیجی ها شنیده می شد و مهمانان باید از رادیوی خودرویشان به دیجی گوش می دادند. با این حال آنها به وجد آمدند. ظاهراً کرونا باعث شده بود که غر در کمر خیلی ها گیر کرده باشد. خیلی فقط مرتضی بودیم پارتی باشه. تو خونه بودی؟
دیسکو در سینمای ماشین رو مردم رو از خانه هایشان بار دیگر به پیست رقص آورد. یکی دیگر از مزایای این مدل مراسم این است که می شود وسط پیست رقص کیک تولد هم خورد. آقا کیکر یه خواهی شلتر درست می گردین خواب یا کتلت ایرانی یا اینکه میشه سیگار کشید. نه جدی، ولی این دیسکو خوبیش اینه که با کسایی که دوست داری جمع می، ولی مثلا اون دیسکوهایی که هستن خب خیلی شلوغ، همه تو همه، این فقط جمعی خودت یه خودت حال میده. در این پارتی حتی شهردار دوسلدورف هم حضور داشت. او به مهمانان خوش آمدگویی و از ایرانیان دوسلدورف تقدیر کرد. خیلی از ساکنین دوسلدورف ایرانی هستند و از ویژگی های شهر ما به شمار می روند. برای همین خوشحال هستم که به انرژی پارتی دعوت شدم. با اینکه مردم به قول خودشان حال می کنند، اما قرار است این مدل پارتی فقط همین یک بار برگزار شود. دستاندرکاران انرژی پارتی می خواستند در این دوران کرونا با اجرای اولین دیسکوی ماشین روی ایرانی برای همیشه در خاطر مهمانان خود بمانند. بامداد اسماعیلی، دوسلدورف، آلمان. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.